درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که هر هفته بیننده برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا که امشب هم قبول زحمت کردم و در این برنامه شرکت کردم. آرتمیس جان خوش آمد. سپاسگزارم بانو، درود بر شما، درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه‌های جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی، چه کسانی که در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنن یا در کانال یوتیوب ما. سپاسگزارم بانو آرتمیس، طبق برنامه‌ای که هفته پیش داشتیم امشب ادامه همون مبحث رو با هم داشته باشیم و در مورد اینکه تاریخچه پان‌ترکیسم در ایران از چه زمانی هستش و چه کسانی این مسئله پان‌ترکیسم رو در ایران به وجود آوردن و چه کسانی از این قضیه سود میبرن. سپاسگزار خواهیم شد از توضیحات شما. سپاس افسانه جان. اگر که بینندگان یادشون باشه در برنامه پیشین درباره اینکه آذربایجان چه بخش کهنی از ایران و زبان آذری که از هزاران سال بوده در اون ناحیه وجود داشته بوده از دسته زبانهای ایرانی بوده و مشابه بوده با زبان تاتی، همه اینها مانند زبان پهلوی مشتقات گوناگونی هستند از زبانهای ایرانی و گفتیم که آذربایجان که نامش آتورپاتگان بوده به خاطر اون آتشکده بسیار بزرگ آذرگوشسپی که از تقریبا بیش از 2000 سال پیش هست در اون ناحیه وجود داشته و ایرانیانی که در اونجا جز یکی از بزرگترین آتشکده هایی بوده که آتشکده موبدان و اشراف طبقه بندی می شده مشغول نگهداری آتش بسیار کهن ایران در اونجا بودند، از اون روی نام اون ناحیه بسیار بزرگ ایران رو آتورپادگان یا نگهبانان آتش گذاشتند و گفتیم که مردمی هم که در اون نواحی زندگی می کردند و همین امروز هم می کنند ایرانیان هستند و ایرانی تباران هستند و پس از دوران حمله مغول، در واقع از حمله از ورود ترکان و مغولان به ایران که چیزی حدود 700 سال شاید 1000 سال هست از دوران سلجوقیان، غزنویان و خوارزمشاهیان و بعد از اون مغول‌ها و بازماندگان مغول، ما به ایران اون زبان آسیای میانه که وارد ایران شد، زبان مغولی ترکی در بخشی از ایران شنیده شده، پراکنده حتی مثلا در ایله قشقایی که یک بخشی از ترکان مغول‌های هستند که در ایران باقی موندن به صورت یک قوم و زبانشون امروز ترکی است ولی دیگه حتی قیافه و شکل‌هاشون ایرانی شده و در ایرانی‌ها حل شدن. زبانی هم که در امروز در آذربایجان هست زبان فارسی ماست با یک سری از واژگان ترکی و عربی قاطی شده که به عنوان زبان ترکی امروزی میشناسیم، ولی این زبان با زبان آذری که ما صحبتشو میکنیم که از دسته زبانهای ایرانی بوده متفاوت هست. درباره اینها صحبت کردیم و گفتیم که تمام این بخش قفقاز و جمهوری جعلی آذربایجان و جایی که امروز بهش میگن ایرانستان، خودشونو ایرانستانی میدونن، در بالای در واقع در هول و هوش قفقاز و اون نواحی حتی در گرجستان اینها همه ایرانی ها و ایرانی تبارانی هستند که برای هزارها اونجا زندگی کردند و ما میدونیم که پس از جدا شدن بخش های شمال شرق و غرب ایران در قراردادهای مختلف ترکمانچای و گلستان به مرور که روسیه تزاری اینها را از ایران در جنگ های مختلف جدا شد و جدا کرد، پس از انقلاب روسیه استالین تصمیم گرفت در نواحی که زمینه به اصطلاح روسیه اون زمان که شده بود شوروی
گشته بود اون زمیمه ها رو برای خودش بخش بخش کنه برای اینکه ادارهشون راحت تر بشه. و در همون موقع بود که اون ناحیه بزرگی از ایران رو که کنده بودن، که باکو، ما میدونیم باکو، گنجه، شیروان، همه اینها شهرهای ایرانی بودن، حتی نامهاشون ایرانی است، تبدیل شدن به کشورهای کوچک کوچک یا جماهیر گوناگون، جمهوری‌های کوچک کوچکی که آن زمان زیر چتر بزرگ شوروی قرار داشتن. و یکی از اونها همین چیزی بود که نام جعلی آذربایجان رو به اون ناحیه‌ای دادن که اسمش اران بود. اران هم همون تلفظ دیگری از ایران هست. بنابراین اون بخش رو نامش رو گذاشتن جمهوری آذربایجان با مرکزیت باکو. و ما خب میگم میدونیم که همه این بخش‌ها بخش‌های از ایران بوده، خاک بزرگ ایران، ایران زمین بزرگ با مردمی ایرانی، ایرانی تبار و فارسی زبان که به مرور در اون نواحی تغییرات در واقع زبانی ایجاد کردند. و بعد هم که در دورانی که زیر حکومت شوروی پیشین بود، نام جعلی آذربایجان رو به این علت بهش دادن، برای اینکه روسیه در اون زمان، شوروی اون زمان، چشم طمع داشت به بخش‌های دیگر ایران که شامل آذربایجان شرقی و غربی خود ما میشد. و از اون جایی که همواره استعمار برای پیگیری اهداف استعمارگرانش نقشه‌های درازمدت کشیده میشه برای جدا کردن بخش‌های دیگر کشورها و ضمیمه کردنشون به خودشون، آمدن و نام آذربایجانی که در روی اون بخش بزرگ جدا شده ایران به نام اران گذاشتند، برای این بود که بعداً یواش یواش بیان و آذربایجان غربی و شرقی رو هم ضمیمه یک خاک شوروی آن زمان بکنن و فتنه تجزیه طلبی راه بندازن. بنابراین تا اینجا ما متوجه شدیم که مردمی که در جمهوری آذربایجان کنونی زندگی میکنن، همین امروز که آزمایش ژنتیکی بدن، بالای 50-60% ژنتیکشون ایرانی در میاد. اون 40% هم به خاطر تلفیق نژادی هایی است که با روس ها و بعضن با کشورهای کناری خودشون، مثلا ترکیه یا جاهای دیگه، تلفیق های نژادی پیدا کردن. بنابراین ما چیزی تحت عنوان اندیشه پانترکیسم، در واقع وجود خارجی، هرگز در ایران نداشت. این اندیشه حتی در خود ترکیه هم وجود نداشت. برای چی؟ برای اینکه ترکیه حتی در دورانی که به صورت عثمانی یا امپراتوری عثمانی اداره می شد، کاملا فرهنگ و زبان غالب الیت یا نخبگان و اشراف و دربارشون فارسی بود. و حتی میدونیم که به اصطلاح شاهان عثمانی، سلاطین عثمانی، فارسی زبان بودن و کتابهای شعر فارسی داشتن. و همین امروز هم در حرم، حرم یعنی جایی که کاخ به اصطلاح شاهان یا سلاطین عثمانی در استانبول هست، شما اشعار فارسی رو تمام در و دیوارهای اون کاخا میبینید و اصلا هیچ کدوم اونها به زبان ترکی نیست. از اینجا متوجه میشیم تأثیر بزرگ فرهنگ و زبان فارسی بر فلات آناتولی، بر تمام نواحی که حتی بخشای ایران نبودند هم چه اندازه زیاد بوده، که ما میدونیم در حتی هندوستان، تا زمانی که انگلستان وارد هندوستان شد و استعمار به اصطلاح هندوستان را انجام داد، هندوستان را تبدیل به مستعمره انگلستان کرد، زبان دربار و زبان الیت و زبان دیوان سالاری در هندوستان هم فارسی بوده. خب اینو به عنوان یک تاریخچه گفتیم. حالا میرسیم به اینکه اندیشه پانترکیسم از کجا اومد، پدران این اندیشه در واقع کی بودند و چه اهدافی پشت این اندیشه پانترکیسم وجود داشت. ما فردی رو داریم به نام احمد آقایوف. خب این میدونیم که در همون آذربایجان جعلی، در واقع در بخش جدا شده اران، زندگی میکرد و آن زمانی که کمونیسم و سوسیالیسم در روسیه وجود داشت،
اینها در اون بخشی از ایران جدا شده زندگی می کردن که تبدیل شد به جمهوری جعلی آذربایجان و اینها آمدن و چپی ها یعنی کمونیست هایی بودند که در این حالی که تا مغز استخوان کمونیست بودند و چپی بودند با اندیشه های چپی آمدند و شروع کردند به اینکه چگونه از جامعه ایرانی اینها جدا شدند و میهن ترکی پیدا کردند در جمهوری جعلی آذربایجان و اینکه فرهنگ آسیای میانه و قفقاز چگونه بوده شروع کردند به نوشتن مانیفست و کتاب و رساله. در 1904 یوسف آکچور یک رساله نوشت به عنوان اوج طرز سیاست. اوج طرز سیاست در واقع یک اهمیتی داد به مانیفست پانترکیسمی که زندگی نامه فکری و سیاسی احمد آقایوف در اون باره نوشته شده بود و اینکه حالا ماهایی که ترک زبانی و یک بک‌گراندی داریم از ترک و مغولان آسیای میانه بیاییم و برای خودمون یک جامعه ترکی درست کنیم و کسانی که در کشورهای دیگه زبان ترکی دارن رو ترغیب کنیم که به ما بچسبن، به هم بچسبن و برای خودمون یک میهن ترکی درست کنیم. از یک سو اینها علاقه زیادی داشتن که ترکیه جز خودشون باشه و از سوی دیگه ترکیه که اون زمان عثمانی بود، هنوز تبدیل به که ترکیه فعلی نشده بود، کنونی نشده بود، چون ما میدونیم که این ترکیه در حوالی جنگ جهانی دوم که امپراتوری عثمانی کلن از بین رفت، خاورمیانه جدید به بخش‌های مختلفی توسط انگلستان تقسیم شد. طبق معمول نقشه‌هایی که برای خاورمیانه می‌کشیدند یکیش این بود که کشورهای جعلی و جدیدی درست کنند. آن زمان سوریه، کشوری به نام سوریه و لبنان و بعد اردن هاشمی و بعد عربستان و شیخ نشینای خلیج فارس و عراق و اینها به صورت کشورهای جعلی در اون ناحیه درست شدن. اینها رو بخش بخش و تکه تکه کردن. عثمانی تکه هاش که جدا شد شد نه بخش های دیگری از خاورمیانه که قبلا هم خیلی هاشون عرب نشین و عرب تبار بودن و بعد هم اومدن. خب عراق هم که اون طرف جدا بود، جدا کرده بودند و اینها رو تکه تکه کردن و در این میانه اندیشه های این که یک بخش هایی ترک زبانان برای خودشون اومدن دنبال اتحاد ترکی گشتن و کردها هم از اون ور از پشت یک دستکاری هایی می کردن که تحریکاتی انجام می دادن که اونها هم آغاز کنن به این که ما می خواهیم کشور ترکای بسا کردهای خودمون رو داشته باشیم، چون کردها هم برای اینکه کردهای ایرانو از اونو جدا کنن اومدن تکه تکه کردن. بخشی از به اصطلاح کردنشین های ایران رو دادن به ترکیه، بخشیش به عراق، بخشیش رفت در سوریه و دیدیم که کردها رو تکه تکه کردن و بنابرای همین کردهایی که در این کشورهای مختلف بودن گفتم ما هم دلمون میخواد برای خودمون جمع شیم یه کشور کردی درست کنیم. یعنی اینها کشورها و اندیشه هایی که کاملا نو جدید و جعلی است به خاطر روحیه تجزیه طلبانه استعماری که در منطقه ایجاد شد. اینها آمدن و دلشون خواست که تکه های جدا شده ها به هم بچسبن و با هم دیگه به خیالشون که اگر که ما با هم باشیم قدرت میگیریم و بر خودمون یه امپراتوری هایی درست میکنیم. خب اینا ما میدونیم که روسیه ترغیب میکرد اندیشه پانترکی رو. چرا؟ برای اینکه نام این تیکه که از ایران جدا کرده بود که آرام بود و تبدیل کرد به آذربایجان و تحریکات پانترکی رو در اونجا پروبال داد برای که اینها بعداً بیان برن تحریک کنن ترک زبانان آذربایجان غربی و شرقی رو و بیان بگن که شماها بیاین از ایران درخواست جدایی بکنین و تجزیه طلبی بکنین و بیاین بخواین بچسبین به ما، که بعداً هم روسیه از اونور بگه آها اینا میخوان بیان بچسبن به کشور آذربایجان، جمهوری آذربایجان من که بخشی از خود روسیه بود شوروی آن زمان، و بیاد یه تیکه هایی رو بکنه. بنابراین به اندیشه هایی که امثال این یوسف آکچوراغلو و اون احمد آقایوف و امثال اینها
درست میکردن و کتابهایی که مینوشتن به اینها پروبال میداد و برای اولین بار در همین آذربایجان شوروی به اصطلاح یک دوره‌ای به نام ادبیات حسرت برگزار کردن سال 1324 که با دستور استالین و هماهنگی‌هایی که کرده بودن با میر جعفر باقروف برای توطئه درست کردن فرقه دموکرات آذربایجان جو درست بکنن، فضا آماده بکنن. بنابراین شاعران و نویسندگان آذربایجان، جمهوری جعلی آذربایجان رو اومدن وادار کردن به نوشتن شعرها و داستانها و رساله ها و مقاله هایی که ایران رو تحت حمله قرار بدن و به تبلیغ اندیشه های تجزیه طلبانه بپردازن. علاوه بر اینها اومدن، پس ببینید آغاز اندیشه پانترکیسم در واقع پشتش اندیشه های چپی کمونیستی و تحریکات مستقیم روسیه بود اول در دوران استالین، و بعد اومدن میر جعفر پیشه‌وری رو در ایران تحریک کردن، کسی که در ایران فرقه همین اتون گفتم فرقه دموکرات آذربایجان که درست کردن، آمدن در سالهای 1324-25 در آذربایجان ایران این میر جعفر پیشه‌وری که اندیشه های چپی و کمونیستی داشت رو تحریک کردن و گفتن تو بیا برای خود حکومت درست کن تو آذربایجان و بیا برای خودت پایتخت تو بذار تبریز و شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان و خوی و اون اطراف رو بیار بگو اینا برای من کشور منن و ما اینجا ادعای خودمختاری میخواییم بکنیم. در حالی که رئیس این حزب دموکرات آذربایجان همین پیشه‌وری با گروه های ملیگرای تبریز، یعنی ایرانی های ملیگرا که همین به اصطلاح همیهنان تبریزی ما هستند، و ایل های شاهسوند که خودشون رو ترک زبانانی میدونن، میگن ما ترک هستیم ولی ایرانی هستیم، برای اینکه چند صد سال در ایران بودیم ما الان دیگه ایرانی هستیم، ایل شاهسوند، اینها اومدن درگیر شدن با این حزب دموکرات آذربایجان و نارضایتی مردم آذربایجان از این فرقه به اصطلاح پیشه‌وری به اصطلاح تجزیه طلب توی اون یک سال 100,000 نفر موجب شدن که زد و خوردهای مختلف بشه و مردم بسیاری از آذربایجان مهاجرت کردن از تبریز، مادن به بقیه جاهای ایران و فرار داشتن میکردن، نمیخواستن. و این پیشه‌وری، این به اصطلاح فتنه‌گر تجزیه طلب جعفر پیشه‌وری، که واقعا امیدوار هستم که در 100,000 سال آینده هم روانش در عذاب و آتش بسوزه، این فرد با نفوذ در قیام مردمی، در واقع در مردمی که نبود، اونم تحریکات دیگری داشتن در شمال ایران به اصطلاح در قیام میرزا کوچک خان که اونا میخواستن اون بخش رو جدا بکنن، اینا اومدن رفتن در اونا نفوذ کردن، یک جورایی هم لو دادن در واقع میرزا کوچکان رو که اونا بیافتن که خودشون بشن تنها کمونیست هایی که دنبال تجزیه طلبی هستن و حکومت ترکی کمونیستی درست بکنن با حمایت شوروی در تبریز. حالا فکر کنید این پیشه‌وری که خودش بنیانگذار و عضو کمیته مرکزی حزب عدالت بود در باکو، آمد و نخستین مؤسس حزب کمونیست در کمونیست ایران شد و دبیر مسئول تشکیلات این حزب شد در تهران. حتی پیشه‌وری در باکو سردبیر روزنامه دو زبانه ترکی آذربایجانی فارسی حریت هم بود و در واقع این اومد یک نامه ای نوشت به سران حزب کمونیست شوروی و در این نامه گفت که خلق آذربایجان جنوبی، یعنی به آذربایجان شرقی غربی ایران میگفت آذربایجان جنوبی، که بگن اون آذربایجانی که به اصطلاح اران جدا شده ایران که نام جعلی آذربایجان رو گذاشته بود شوروی روش، بگن اون آذربایجان شمالی، ما آذربایجان جنوبی هستیم و ما میخوایم جدا بشیم و ما جز لاینفک اون آذربایجان شمالی هستیم.
و مانند تمام این کمونیست های به اصطلاح سر و سر جهان، چشم امیدشون به خلق بزرگ شوروی و دولت شوروی بود. در واقع این نامه رو نوشت و گفتیم که سال 1324-25 هم اومد تبریز رو اشغال کرد و بعد که دیدیم که در دورانی بود که ایران رو در دوران پهلوی در واقع این فتنه آذربایجان رو سرش رو کوبوندن و مردم خود تبریز، ایرانیان میهن پرست تبریز به شدت با اینا درگیر شدن، زد و خوردهای خونینی شد و ارتش رو موقعی فرستادن که در واقع خود مردم تبریز و خود مردم آذربایجان اینها رو رونده بودن و درگیری انقدر شدید بود که پیشوری از اونجا فرار کرد و خودش خارج شد و رفت به اصطلاح جمهوری جعلی آذربایجان و از اونجا هم در روسیه به مرور بعد از چند سال خود روسا کشتنش و سرشو کردن زیر آب، چون دیگه مهره سوخته بود و به دردشون نمیخورد. خب این اتفاقات در دوران قوام السلطنه افتاد که نخست وزیر دولت وقت ایران در اون زمان بود و هنگامی که دیگه میگم ارتش رو به سمت تبریز فرستاد، مردم خودشون با مقاومت مردمیشون پیشوری رو بیرون کرده بودن و در واقع شهرها یکی پس از دیگری آزاد شده و فقط ارتش وارد میشد و اونجا در واقع به اصطلاح امنیت برقرار میکرد و ثبات برقرار میکرد. و خب تمام اینها رو ما در تاریخ ایران داریم در حالی میبینیم که مردم آذربایجان، مردم ایرانیان در این موضوعات نشون دادن به تجزیه طلبی هیچ علاقه ندارن و خودشون ایرانی میدونن و تمام کسانی که در محدوده دست کم مرزهای کنونی سیاسی و جغرافیایی ایران دارن زندگی میکنن خودشون رو ایرانی میدونن و میدونن که ایران بزرگ و ایران کنونی در حالی که تک تک اگر یک روزی تک تک بشه ازش چیزی باقی نمیمونه و ضعیفتر میشه و هیچگاه این اهداف تجزیه طلبانه در هیچ جای دنیا منتهی به قدرت بیشتر و برتری و بهتر شدن اوضاع کشوری که تکه پاره میشه و اون تکه هایی که جدا میشه هیچ کدوم نشده. نمونه بسیار بارزش رو ما در خود بالکان دیدیم، در قسمتی که چکسلواکی وجود داشت و چک و اسلواکی ها رو اصلا جدا کردن و بخش های دیگری که در انقلاب های رنگین اومدن از شوروی جدا کردن و بعدم به مرور در ناحیه بالکان و اطراف اون کشورهای بزرگتر هی کوچیک و کوچیکتر شدن و ضعیف و ضعیفتر شدن هنگامی که تجزیه شدن. خب حالا ما اینها رو دونستیم برای اینه که میدونیم بدونیم و نشون بدیم و صحبت بکنیم که پانترکیست یک شوخی تجزیه طلبانه تحریک خارجی و به ویژه فتنه‌ای که از اول به دست روسیه شوروی آن زمان و کمونیست‌ها درست شد نیست و بعد از اون هم ما می‌بینیم که در دورانی که رجب اردوغان در ترکیه به قدرت رسید در این 10-15 سال گذشته آغاز کرد به اسلامیزه کردن ترکیه و همزمان با اسلامیزه کردن ترکیه اندیشه احیای مجدد عثمانی قبل از جنگ جهانی دوم رو در واقع امپراتوری عثمانی رو در سر میپرورونه و فکر میکنه که به خاطر اینکه به هر روی یک جورهایی دستن در کاسه آمریکاست و حمایت آمریکا رو پشت سر داره، با تحریکاتی که انجام بده در نواحی شمال غرب ایران ممکنه که بعداً بتونه یک تکه های از ایران رو بکنه و برای همینم هست که میبینیم که ایرانیان، ترک زبانان، کرد زبانان، عرب زبانان در بخش‌های گوناگون در ایران هیچگاه همراهی و همکاری ندارن با تجزیه طلبانی که از بیرون کشور تلاش دارن تحریکات رو انجام بدن و به خاطر اسنی با استفاده از ستمی که جمهوری اسلامی میکنه و نارضایتی عمومی که در سراسر کشور ایران در ایران ایجاد کرده و اوضاع خراب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که در ایران ایجاد کرده تلاش دارن از این دو موضوع استفاده کنن و از نارضایتی مردم استفاده کنن
با اینکه این نارضایتی عمومی است، ولی اونها بیان و در بخش‌های مرزی ایران بگن نه، این نارضایتی که هست در ایران و این مشکلاتی که شما با جمهوری اسلامی دارین فقط شما دارین و جمهوری اسلامی داره فقط به شماها ستم میکنه و شماها باید بیاین و جداشین، بچسبین به عرب‌ها، جداشن کردها، جداشن ترک‌ها، جداشن و بیاین بچسبین به ماها در بخش‌های مختلف و از این موضوع میخوان سوء استفاده بکنن، در حالی که اوضاعی که جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته در ایران درست کرده مربوط به این بخش و اون بخش ایران نیست. ستمی که جمهوری اسلامی داره میکنه به همه مردم ایرانه، به همه زنان و مردان ایرانه، به همه مسلمانان و غیر مسلمانان ایرانه و بیشترین فشاری که داره در واقع جمهوری اسلامی میاره موضوع فقط جریانات شیعه و سنی است و بیشترین دشمنی که میکنه با سنی هاست. حالا این سنی ها حتی در هرمزگان باشن، در بلوچستان باشن، در کردستان باشن، در هر جا که باشن با سنی ها دشواری و مشکل دارن اینها، ولی به طور کلی به خاطر ماهیت به اصطلاح ستمگرانه و سرکوبگر و خفقان آفرین اسلامی که خودشون دارن ایجاد میکنن برای همه مردم ایران این نارضایتی و این ستم وجود داره و شما هیچ جایی نمیبینید. دیدید که چند وقت پیش در اصفهان که مردمش هم نه ترک زبانن، نه ترک تبارن، نه نمیدونم کرد زبانن، نه عرب زبانن، دیدید که چگونه سرکوب کرد و در واقع مبارزات مردم و اعتراضات مردم رو در اصفهان به خاک و خون کشید، همون گونه که در بقیه بخش ایران در استان فارس دیدیم بارها کرده، در خراسان میکنه، در همه جا. فرقی برای جمهوری اسلامی نمیکنه، هر کس که با جمهوری اسلامی، با اسلام، با منافعشون، با دزدیهاشون، با ستمگریهاشون، با فسادشون، با حکومت، با ولایت فقیه مشکل داشته باشه میخوان سرکوب کنن و اعتراضات مردمی براشون قابل قبول نیست و حکومت به شدت سفاک، بیره و آدم کشه. حالا بعد از این 44 سال، یعنی پس از انقلاب، پس از شورش 57 هم یک سری دیگه از این در واقع دومین بار این جمهوری خلق به اصطلاح فرقه چپ و جمهوری خلق در پوشش دوباره دیگری شعار خودمختاری آذربایجان رو برافراشتن و نقطه کانونی تجزیه طلبی توسط حزب جمهوری خلق مسلمان ایران تشکیل شد که در اسفند 1358 طرفداران این حزب جمهوری خلق مسلمان ایران که کمونیستای مسلمان بوده، حالا این دیگه چه ملغمه است، کمونیست مسلمان خودش چیه، یک ملغمه است که شما فقط در ایران میبینید همچین مسخره بازی بزرگی رو، برای کاری نداریم. در سال 58 اینا اومدن دو مرتبه در تبریز ساختمون رادیو تلویزیون رو گرفتن و شعارهای استقلال طلبانه و تجزیه طلبانه سر دادن و گفتن خودمختاری مناطق آذربایجان رو با محور شریعت مداری تاکید داشتن. و بعضی از خب این نیروها اومدن از جمهوری حزب جمهوری خلق حمایت کردن و دیدیم که به هر حال آخرین نخست وزیر شاه که شاپور بختیار بود، هنوز زمان بود، اومدن و در واقع دوباره مقاومت صورت گرفت در برابر اینها. دوباره مردم تبریز در برابر این تجزیه طلبی هم به عنوان نماد ایرانی بودنشون ایستادند و دوباره سرکوب کردن اینها، این به اصطلاح فتنه تجزیه طلبی رو. و خب دیدیم که مجدداً حتی در پس از انقلاب ایران، پس از این شورش 57 هم باز ایرانی ها نشون دادن، حتی با وجود اینکه جمهوری اسلامی هم اومده بود، باز ایران رو نمیخواستن در حال تجزیه ببینن و تکه پاره ببینن. و خب ما میدونیم که حکومت حیدر علیوف که دوباره ایجاد شد در به اصطلاح همین آذربایجان، دوباره اومدن به فکر ایجاد گروه های مخفی در شمال ایران افتادند و آمدن گفتن که جمهوری خودمختار نخجوان
در واقع یک مصوبه تصویب کردن در 31 دسامبر، اونو اعلام کردن روز همبستگی آذری های جهان. حالا اینم یک چیز جالبی است، آذری هایی که باید ایرانی، نام ایرانی دارن، هویت ایرانی دارن و حتی زبانشون ایرانی بوده، تنها به خاطر اینکه اندکی واژگان ترکی وارد این زبان شده، واژهای ترکی و عربی و ترک زبان شدن، حالا چرا باید ما چیزی تحت عنوان آذری های جهان داشته باشیم؟ این هم یک در واقع مسخره بازی است که هیچ مفهومی نداره و خیلی هم خنده‌دار، یک شوخی خیلی زشتی است در واقع. خب حالا همه اینها رو ما اینجا شنیدیم که در واقع ما داریم میبینیم از همین حیدر علیف که آغاز کرد به ایجاد در واقع واکنش های تجزیه طلبی و اقدامات تجزیه طلبی برای تحریک در ایران، همین پسرش الهام علیف هم بی حرکت نشسته و کنگره آذری های جهان رو دوباره در 21 نوامبر 2001 در باکو برگزار کرد و یه ایجاد یک در واقع کمیته امور آذربایجانی های مقیم خارج رو درست کرد سال 2002 برای ایجاد روحیه تجزیه طلبی و تنش‌زایی در مناطق مرزی ایران و تحریکات تجزیه طلبانه در آذربایجان شرقی و غربی ما. و ابوالفضل الچی بی که رئیس جمهور سابق آذربایجان بود و به احساسات ضد ایرانی هم مشهور بود، با تمام این کمک ها و رشوه هایی که جمهوری اسلامی بهش میداد، همیشه علیه ایران سخنرانی کرد و خب اون جنگ قره‌باغ که از ارمنستان شکست خورد، ناچار شد از قدرت کناره گیری کنه تا زمانی که دوباره این الهام علیف که اومد و دوباره حمله کرد به آذربایجان. و خب ما میبینیم که سابقه کشتار ارامنه توسط ترکای عثمانی یک بار آغاز قرن بیستم و حتی پیش از اون در پایان قرن 19 هم یک بار دیگه حمله کرده بودن، آغاز قرن بیستم دوباره حمله کردن به ارمنستان و این سری آخر هم که پارسال دیدیم که حمله کردن دوباره به قره‌باغ و قره‌باغ رو از آذربایجان، از ارمنستان گرفتن و کلیساها رو خراب کردن و صلیب‌ها رو آتش زدن و ناقوس‌ها رو کندن و ارامنه رو بیرون روندن از قره‌باغ و مجدداً این ستم کاملاً آشکار رو در اون ناحیه انجام دادن. و جالب برای ما ایرانی ها که قشنگ چشممون رو باز کنیم و ببینیم چگونه است که جمهوری جعلی آذربایجان حمله میکنه، قره‌باغ رو از ارمنستان پس میگیره و این همه ستمگری در اونجا میکنه و مردم رو بیخانمان میکنه و بیرونشون میکنه از اونجا ارمنستانی ها رو، هیچ غرب صداش در نمیاد، ولی یک اتفاقی مثل اوکراین که میفته که منافعی درش دارن، یک مرتبه دایه دلسوزتر از مادر میشن، یک مرتبه وا اوکراینا سر میدن، مثل وا اسلام هایی که سر میدن، وا آذری هایی که سر میدن، وا اوکراینا سر میدن و میبینید که چه آتشی از اون سر دنیا میان را میندازن در اموری که بهشون مربوط نیست و تا دخالت حاضرن بکنن، در حالی که در همین نواحی کارهایی که اقداماتی که خود عثمانی کرده علیه ارمنستان و همین امروز داره جمهوری جعلی آذربایجان میکنه و تمام این اقدامات تجزیه طلبانه ای که دارن انجام میدن و به اصطلاح آتیشی که دارن را میندازن در منطقه، میبینید که هیچ صداشون در نمیاد. اما نکته بسیار مهم اینه که مردم ایران با هر اندازه که تحریک میکنن احساسات اجتماعیشونو و تلاش میکنن در ورزشگاه ها در این ور در اون ور ازشون سوء استفاده بکنن و جو احساسی را بندازن و فرصت اندیشیدن به مردم ندن تا بخوان اقدامات پانترکی و تجزیه طلبانشون انجام بدن، یعنی خوشبختانه برای ما ایرانی ها و شوربختانه برای خود این تجزیه طلبان، میبینیم که هیچ عکس العمل مثبتی از مردم ایران که نمیبینن، بلکه حتی ترک زبانان ایران، آذری های ما، چه درون و چه برون کشور، همواره
درباره اینکه خودشون ایرانی میدونن، ایران رو میهنشون میدونن و دلشون نمیخواد اسیر این بازی ها بشن، نشون دادن که ایرانی هستن و دنبال تجزیه طلبی و جدا کردن ایران و تکه پاره کردن سرزمین مادری و نیاکانی نیستن. اما متاسفانه داریم میبینیم در خود ترکیه این تجزیه طلبانی که از آذربایجان بیشتر تغذیه میشن و حالا دستایی هم هست که در از خود ترکیه حمایتشون میکنن و اینها، میبینیم که به برخی از ایرانی هایی که در ترکیه یا در سرزمین هایی که همون دوروبرها حالا یا فرار کردن از ایران یا پناهنده شدن یا هر برنامه های دیگه‌ای که دارن و اونجا گیر افتادن در ترکیه یا حالا بر روی دنبال این هستن که برای اینکه مخالف این حکومت بودن و از ایران رفتن بیرون بتونن زندگی دیگری در جای دیگه بر خودشون درست کنن، میان و از این ضعف مردم استفاده میکنن، از لاعلاجی و دست و پا بستگی مردم ایران و این روزگار سیاهی که جمهوری اسلامی برای هموطنان ما درست کردن، نه فقط در ترکیه، در خیلی از جاها، شما در ارمنستان، در تاجیکستان، در خیلی جاها میبینید که میان و تجزیه طلبان گوناگون از اینها استفاده میکنن، با حالا میگن براتون اقامتتون رو درست میکنیم، بهتون کمک مالی میکنیم، بهتون کار میدیم، یا یک وعده و وعیدهای حمایتگرانه ای که بهشون میدن تلاش میکنن که ایرانیان رو بکشونن سمت خودشون و برای اهداف تجزیه طلبانه بعدیشون ازشون استفاده کنن. ولی خوشبختانه تا همین امروزه میبینید که هم در خوزستان، هم در بخشای غربی ایران، در کردستان یا بخشای دیگری که کرد نشین و کرد زبانان زندگی میکنن، خوشبختانه میبینیم که مردم ایران چه اندازه میهن پرستن و چه اندازه آگاه هستن و به هیچ روی تا کنون بازیچه اهداف تجزیه طلبانه این افراد نشدن. ولی اینو یادمون باشه، ایران ما همیشه گفتیم در موقعیت بسیار خطرناک، هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر سوق‌الجیشی سیاسی قرار گرفته. غرب به دنبال ایجاد خاورمیانه جدیده، به دنبال ایجاد کشورهای کوچکتر، ضعیفتر، تکه پاره کردن و از بین بردن کشورهایی که وسعت بیشتر دارن، بنابراین میتونن منابع بیشتر داشته باشن و نیرومندتر باشن هستن، برای اینکه در دراز مدت اهداف گلوبالیست ها این هست که همه کشورهای جهان رو خلع سلاح کنن از ملیت، قومیت، فرهنگ، زبان، هویت و حس ناسیونالیستی، برای اینکه هر وقت که شما ناسیونالیست‌تر باشید، میهنتون رو بیشتر دوست داشته باشید، آب و خاکتون، هم میهنانتون، زبانتون و فرهنگتون رو بشناسید و تاریختون رو بدونید، میستید جلوی این که شما رو ببرن، بازی بدن، تکه پاره کنن و از شما یک مش بازار مصرف بزرگ بسازن برای اینکه هر چی دلشون میخواد وارد این کشورها بکنن، ببرن، حکومت عوض کنن، ببرن و این بازی‌ها رو انجام بدن و در نهایت مردم جهان رو به صورت خیلی مخفیانه و آرام آرام وارد اون فضای استعمار فرانوین بکنن. مردمی که فکر میکنن آزادن ولی تا بیخ گلوشون در استعمارهای گوناگون گیر کرده، در خدمت کورپوریشن ها و سرمایه های بزرگ هستن، در خدمت دست های پشت پرده یعنی که واقعا نمیدونیم هیچ وقت و هیچ کس نمیدونه کیا هستن، اما دارن جهان رو به سوی از بین بردن دولت ها، کشورها، ملت، کشور ملت ها یا نیشن استیت ها هستن و از بین بردن زبان ها و از بین بردن مراسم و فرهنگ ها و حتی خورده باورها و خورده در واقع کشورهایی که با فرهنگهای گوناگون مواجه هستند. بنابراین برای ما ایرانی ها، مایی که برای هزارها کشورمون در ناحیه‌ای وجود داشته که اقوام گوناگون در اطرافمون بوده، سرزمینهای گوناگون، فرهنگهای گوناگون و ما همواره با صلح، آرامش و کاملا دوستانه با اونها زندگی کردیم، با اونها معامله، تجارت، بازرگانی، رفت آمدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی گوناگون داشتیم، ما باید حواسمون باشه که این ایران بزرگ ماست که روزگاری
این ایران باید بمونه، باید نیرومند بشه، باید از شر این حکومت انیرانی راحت بشه، آزاد بشه و بعد بشه خودش متولی فرهنگ و زبان ایران در منطقه بسیار بزرگی که روزی روزگاری و حتی امروز فارسی زبان هستند و با فرهنگ فارسی و از مادر ایران جدا شده اند، بتونیم ما متولی فرهنگ و ادب و در واقع پیشینه ایرانیمون باشیم در منطقه. بانو اگر پرسش یا صحبتی داریم بفرمایید. من صدام بسته بود بانو آرتمیس. سپاسگزارم بانو آرتمیس، بسیار توضیحاتتون مفید بود و کسانی که برنامه، خودم همیشه گفتم خودم اولین کسی هستم که از این صحبت و نهایت استفاده رو میکنم. من میخواستم این رو هم البته شما اشاره کردیم باز اضافه کنم که شما هیچ قومی رو در ایران الان نمیبینین، هیچ شهر، شهرستان، استانی رو در ایران امروز نمیبینین که جمهوری اسلامی در حقش اجهاض نکرده باشه. هیچ مرزنشینی نمیتونه ادعا کنه که مردم شیراز، اصفهان، استان مرکزی، مشهد در رفاه هستن و جمهوری اسلامی داره بهشون میرسه و امکانات و شرایط عالی براشون مهیا کرده و ما که در مرزهای ایران هستیم در فقر و فلاکت هستیم. هممون داریم میبینیم، شاهدی که در همه شهرهای ایران همونجور خودتون اشاره کردن، در اصفهان چند تا چشم کور کردن بخاطر مسئله آب، در اهواز، در مشهد، در شیراز و همه شهرهای ما مرتب داره شلوغ میشه، اعتراض میکنن مردم، ولی متاسفانه چون مردم ما واقعا مردم بی‌صاحب شدن و کسی نیست که صداشون رو به جایی برسونه و البته تمام گروه های حقوق بشری که دارن مثلا فعالیت میکنن به نفع مردم ما، دارن بر علیه مردم ما کار میکنن و من این رو با جرأت اینجا میگم، حتی اگر محکوم بشم، همونطوری که شروع میکنن کشته های آبان رو، کسایی که واقعا به خاطر ایران کشته شدن یا اعتراض به حقشون برای به دست آوردن حقوق شهروندیشون کشته شدن، تقلیل میدن تا حدود 300 خورده نفر که الان هم خوشبختانه تمام خانواده های آبان اکثرا اعتراض کردن به دادگاه نمایشی و فرمایشی آبان و هم مادر ابراهیم کتابدار کشته شده راه ایران، جایی که تمام تبلیغات تجزیه طلبانه ای که انجام شد، مادر ابراهیم کتابدار یک بانوی آذری بلند میشه میره پاسارگاد و اونجا از کورش بزرگ دادخواهی میکنه. ببین این مسئله یک تو دهنی به تمام کسانی که دارن بر علیه ایران و برای تیکتی کردن ایران نقشه میکشن و چه این حرکت بانو و مادر ابراهیم کتابدار نشون داد که تمام این تبلیغات با صرف این همه هزینه‌ای که در اختیارشون قرار میدن و این همه دستایی که ما نمیدونیم حالا بقیهشون از کجا هستن، چطور بلند شد یک تنه مشت محکم زد تو دهن اینها که ما در هر صورت با هر گویش و زبان و لهجه‌ای که داشته باشیم، با هر قومی که باشیم، هر قومیتی که داشته باشیم داخل ایران، در اون جغرافیا ما ایرانی هستیم، اول ایرانی هستیم بعد لورو ترک و کرد و عرب و این مسئله برای تمام مردم ما همین هستش و اجهاض جمهوری اسلامی فقط در حق اون آذری یا بلوچستانی یا استان فارسی یا خوزستانی نیستش، همه ما گروگان این حکومت هستیم که دست نشانده خود گلوبالیستا هستن و هدفشون تیکتی کردن ایرانه. قبلا با سوریه شدن ایران ما رو میترسوندن، الان با تضییع شدن و مردم ما همون مردمی هستن که از نسل بابک خرمی، ستارخان ها، آریو برزن ها هستن که زمانی که پاش بیفته بلند میشن با دست خالی، حتی اگر از این وقت گرسنه نگرشون دارن و بیچاره، بلند میشن و با جونشون از خاک ایران دفاع میکنن. کاملا همینطوره. بله، ببینین یه نکته خیلی مهم اینه که ما بدونیم این افرادی که سخنان تجزیه طلبی میگن بسیار انسانهای بیسوادی هستن، خیلی خیلی. شما اگر که وارد هر کدوم از این اتاقهایی که اینها در
کلاب هاوس یا در جاهای دیگه دارن صحبت میکنن بشین، اینا هیچ حرف علمی و دانشی که ندارن به غیر از دروغ و گزافگویی و در واقع گزافه های دیگر ستیزانه و یک شوونیسم ترکی وحشتناک هیچی ندارن. یک جمعیت کاملا بی هویتی هستند که جفاکارانه یه هویت ترکی برای خودشون الکی درست کردن و خودشون سر خودشون هوار کردن، در حالی که فرهیختگان خود ترکیه حتی و کسانی که در دانشگاه‌هاشون هستن که واقعا از نظر ساینتیفیک، از نظر علمی، از نظر دانشی میدونن تاریخ و پیشینه اقوام ترک رو و ایران رو، کشور ایران رو میدونن که هیچ کدوم این حرفا درست نیست. ما یک دکتر محمد کانار داریم که استاد ادبیات فارسی دانشگاه استانبول و یک تنه واقعا برابر با 80,000 تا آدم پانتورک، 800,000 تا شاید آدم پانتورک بی سواد، برای اینکه بسیار بسیار دفاع میکنه از گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در دانشگاه های ترکیه. و این جماعت ترک تجزیه طلب است پانتورک انقدر از تاریخ منطقه بی اطلاعن، اینقدر کم سوادن، نمیدونن که اصلا در جنگ های بالکان و تجزیه خونینی یوگسلاوی این بوسنیایی ها بقایای امپراتوری عثمانی هن، یعنی اصلا این مسلمانان از دوران امپراتوری عثمانی هستن که زیر چکمه در واقع ترک ستیزی پانسلاف ها، پانسلاف های سرب سلاخی شدن. اینا یه ذره سواد یا غیرت به اصطلاح قومی که دارن حرفشو میزنن داشتن، باید اصلا اسم یوگسلاوی رو حتی در گوشی هم نبرن. جنگ های بالکان در واقع باید خودش یک ننگ باشه برای این پانتورک ها و اسلاف اینا که کشته شده بودن تو جنگ های خونبار یوگسلاوی، پس کجا بودن؟ همین امروز یه دونه از این پانتورک ها شما حاضر نیست بشنوید یا ببینید که مثلا به کاشغر بره از اویغورها در برابر حکومت چین دفاع بکنه. یه دونه شما، من نمیگم ما ترکیم، من نمیگم ما ترک تباریم، خب اونا که از قوم اویغور هستین شماها، اویغورها که دارن تو چین دست دست اینا رو میکشن که صداش در نمیاد، چرا شماها که اینقدر حرف از غیرت قومی و ترکی و حرفاتو میزنین، چرا یک کدومتون تا حالا نرفتین و نمیرین آزاد بکنین مثلا نمیدونم ترکای اویغور چین رو؟ و جالب هست که اینها در واقع نشون میدن که نه تاریخ میدونن، نه سواد، یعنی نه اصلا از فرهنگ منطقه میدونن، نه از قومیت ها میدونن، نه از آنچه که بافت جمعیتی و قومی منطقه است اصلا میدونن و اصلا نمیدونن که این چه خبره در اینجا. فقط یه سری شعارهای کاملا سطحی و خیلی بیدانش، خیلی کم سواد و اینا رو میگن یه سری، و این افرادی که پای منبر اینها میشینن در واقع بدون که اصلا هیچی بدونن همین حرفا رو میرن جاهای دیگه تکرار میکنن و اگه دو تا پرسش درست تاریخی از اینا بکنی اصلا نمیتونن جوابم حتی بدن، یعنی پاسختون هم نمیتونن بدن. برای همین یک در واقع بازی یا یه هوچیگری ایست که میان و در واقع چجوری بگم، مثلا میان و تلاش میکنن که واژه‌های معادل پیدا کنن، بعد بگن این واژه فارسی ریشش این واژه ترکی بوده، اون واژه فارسی شده، همه اینا یک سری بازی‌های خیلی خنده‌داری است. بنابراین آنچه که برای ما مهمه به ویژه در این شرایط فعلی اینه که مردم ایران تا حد امکان برن آگاهی هاشونو ببرن بالا. شما وقتی که آگاهیتون بالا باشه میتونید جواب حرفهای اشتباه دیگران رو بدید، میتونید نقد کنید، میتونید ایراد بگیرید از سخن نادرسته کسی با رفرنس، با مدرک، با دانش، و این مهمترین کاره. مردم ایران در طول تاریخ از این چیزا زیاد بر سرشون رفته. تکه پاره کردن ایران بارها اتفاق افتاده و تکه های بزرگی رو ایران از دست داده به خاطر استعمار و استثمار و قدرت های بزرگی که همواره یک جورهای چشم طمع داشتن به این آب و خاک حاصل خیز. بخش هایی که از ایران جدا شد در شمال شرق و غرب ایران که رفت جز شوروی و بعد جز اتحادیه اتحاد جماهیر شد و بعدم که شوروی فرو پاشید بخش هایی شدن که جدا شدن و الان بر خودشون کشورهای مستقل شدن، زرخیزترین بخش هایی بودن که روسیه از ما گرفت. یعنی
خود شوروی به تنهایی اونقدر کشاورزی نداشت، تمام باغداریش، تمام ماهیگیریش، تمام منابعی که استفاده کرد از نفت و گاز دریای شمال، از نفت دریای خزر و همه اینها، اینها بخش های ایران بود. یعنی از خاک ما این بخش های زرخیز و پر از منابع و پر از کشاورزی و دامداری و همه این قسمت های بسیار پربار ایران رو، زرخیز ایران رو از ما گرفتن. بنابراین ما باید حواسمون باشه بقیه ایران رو نباید حواسمون باشه که از ما جدا نکنن و ایرانی که تکه پاره بشه ایران ضعیفی میشه که از روی کره زمین محو خواهد شد. بنابراین این هم یادمون باشه که ایران تا هنگامی که ایران هست و یک پارچه هست نیرومنده و خواهد ماند. ما وظیفه داریم این آب و خاک رو نه فقط برای این نسل، که نسل ها و میلیون ها آدمی که هنوز به دنیا نیومدن و در سده های بعد حتی میخوان تو این آب و خاک زندگی کنن، باید دست نخورده و صحیح و سالم به دست اونها برسونیم. سپاسگزارم از توجهتون. سپاسگزارم آرتمیس عزیز، این رو هم من اضافه کنم. البته حفظ تمام این سرزمین یک پارچه زمانی میسره که نهاد پادشاهی برگرده به ایران و در غیر این صورت هر نوع حکومت دیگه‌ای که در ایران با توطئه هایی که الان دارن، چه داخل ایران و چه صادراتی ها انجام میدن یا حالا گلوبالیست ها، کسایی که اینها رو دارن تقضیم میکنن، برای ما یعنی تیکه تیکه شدن ایران. مردم باید آگاه باشن که تمام این جنگ هایی که بر علیه پادشاهی داره میشه، بر علیه شاهزاده هم داره میشه، تبلیغاتی که انجام میشه، به خاطر اینه که مردم ما دوباره خام بشن مثل سال 57 و پادشاهی به ایران بر نگرده. حفظ و تمامیت ارضی تنها در یک صورت میسر، اون هم بازگشت پادشاهی به ایران. دقیقاً به ویژه خود فدرالیسم که یک عده‌ای بر کلش میکوبن، خطرناک ترین اتفاقی است که میتونه برای ایران بیفته. خود جمهوری هر 4 سال یک بار کشور رو دچار نابسامانی و فراز و نشیب انتخاباتی میکنه و سرمایه‌های بسیار بسیار زیادی در تبلیغات انتخاباتی و در حواس مردم پرت شدن هر 4 سال از سازندگی، به جای اینکه سازندگی بکنن برن پای صندوق رأی و انتخابات و هیاهوهای بسیار برای هیچ، کشور رو میندازه تو تربولانس یا دیگه به اصطلاح نابسامانی و عدم توازن، و همه اینها موجب میشه که ایران ما دیرتر و دیرتر ساخته بشه. برای همین مهمترین چیز اینه که ایرانیان ایرانگرا باشن و بدونن که در تاریخ این کشور بهترین سیستمی که برای این آب و خاک کار کرده و حتما هم باز هم کار خواهد کرد، نه جمهوریست، نه فدرالیسم، نه این بازی ها و اسما و ادا اطوارهای زیادی که گوش همه ما ازش پره و واقعا همش میگم دیگه یه جورایی گندشون و در واقع زشتی هاشون نمایان شده در قسمت های مختلف جهان. سپاس از شما. از شما بانو آرتمیس. دوستانی که این ویدیوها رو میبینن، باز هم من از شما میخوام که این ویدیوها رو با دوستان که در به اشتراک بذارین، چون در کنار مبارزاتی که بر علیه جمهوری اسلامی داریم، ما شدیداً نیاز به آگاهی داریم از تاریخ و فرهنگمون که بدونیم در طول این تاریخ و مخصوصاً در تاریخ معاصر چه بر سر ایرانمون اومده. ازتون درخواست میکنم، خواهش میکنم که در نشر این ویدیوها از جنبش رنسانس ایرانی با ما همراهی و همکاری بکنید که تعداد افراد بیشتری بتونن بیننده این برنامه ها باشن. بانو آرتمیس عزیز بسیار سپاسگزارم، بسیار استفاده کردیم. اگر صحبت پایان دارید، اگر نه که سپاس از همگی. پاینده ایران تا برنامه آینده. پاینده ایران. جاوید شاه.